سلام. سلام ما بر شما یاران و بینندگان نازنین تلویزیون شهر ما. امیدواریم که دیشب به موقع ساعتاتون رو تنظیم کرده باشین تا برنامه امروز رو هم به موقع ببینید. توجه شما رو به برنامه امروز 6 اپریل جلب می‌کنم. بینندگان عزیز، چون ایام عیده و دلمون میخواد برنامه حال و هوای نوروزی داشته باشه، توجه شما رو به آخرین قسمت از گزارش بازار نوروزی شهر ما که در روزهای 15 و 16 مارس در تورنتو برگزار شد جلب می‌کنم. من امیرشاه دستوری‌نکو هستم و ما در اینجا سعی میکنیم که ادامه کار خیریه بهنام رو در کانادا انجام بدیم و تا حالا در 3 بازار نوروزی ما شرکت داشتیم و 1 کنسرت هم در دانشگاه UFT برپا کردیم و تمام این پول ها که جمع میشه برای کمک به بیماران بی‌بضاعت سرطانی در بیمارستان شهدای تجریش خرج خواهد شد و تمام پول ها به ایران فرستاده میشه. این توضیح بدین راجع به سرویسی که در این بازار نوروزی ارائه می‌کنیم به هموطنانمون. ببینید، دبیرستان آلفا دبیرستانی که اساس کارش بر کوالیتی ادویکیشنه و هدف اونه که بچه‌ها نه تنها به دانشگاه وارد بشن، بلکه سال اول دوم دانشگاه هم به راحتی بگذرونن. کلاسامون 4-5 نفر بیشتر نیستن تو کلاسا، بنابراین معلم تقریبا تک به تک با بچه‌ها میتونه کار بکنه. از طرف خودم و شرکتمون به تمام ایرانیا که مقیم اصلا این کشور هستن از طرف خودمون تبریک میگیم و آرزوی موفقیت برای همه ایرانی‌ها می‌کنیم. ممنون و متشکرم. عیدتون مبارک. سلام ایرانی‌های قشنگ خوبم، ان شاءالله این عیدم براتون مبارک باشه، سال خوبی باشه برای هممون. خب به خدای بزرگ بسپارم. سال نو رو به تمام هموطنان عزیزم، مخصوصا هموطنانی که در تورنتو هستن، در این کشور غریب، بهشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. بینندگان عزیز، در کنار غرفه حراج بزرگ فرش‌های برادران قیصری هستیم که واقعا گوشه ای از بازار فرش تهران تیمچه رو به اینجا همراه خودشون آوردن. با سلام، بنده قیصر قیصری از طرف شرکت فرش برادران قیصری سال نو رو خدمت همگی هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. گالری ما، آدرس جدیدمون در خیابان یانگ 2 بلاک نورث آف 16th Avenue، 53 Observatory Lane هستیم. دوست داشته باشید میتونید تشریف بیارید، در خدمتتون هستیم. سال نو رو خدمت همگی تبریک عرض میکنم از طرف خودم و کارکنان. امیدوارم سال خوب و پیروزی داشته باشید. با تشکر. با درود فراوان به هموطنان عزیزم، عید سعید باستانی نوروز رو به همه اونها تبریک عرض میکنم و امیدوارم در سال نوین سال شادی و سلامتی و بهروزی براشون باشه. گالری عالی نسب تبریز. بهاران است، تمام لاله های سرخ دشتستان، سبزه‌های سبز صحراهای ایران نثارت باد. بهار بهزادی، تلویزیون شهر ما، تورنتو. با عرض سلام به شما بینندگان گرامی و با امید آنکه هفته خوبی را پشت سر گذرانده باشید، اخبار این هفته تلویزیون شهر ما تورنتو را به اطلاع شما عزیزان میرسانم. کانون شهروندان ارشد ایرانی کانادایی اونتاریو امروز یک شنبه مجمع عمومی سالانه خود را در سالن کتابخانه مرکزی نورت یورک واقع در 5120 خیابان یانگ برگزار می کند. دستور جلسه شامل انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و همچنین گزارش اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود. جلسه مجمع عمومی کانون شهروندان ارشد ایرانی 11 صبح امروز تشکیل خواهد شد. در مسابقات قهرمانی ملی کاراته کانادا که امسال از روز 20 تا 22 مارچ در شهر مونترال برگزار گردید، باشگاه کاراته کانزینکای به سرپرستی استاد فرهاد وارسته با حضور 11 کاراتکار
موفق به دریافت 13 مدال گردید. با استاد وارسته گفتگویی داریم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. با سلام درود فراوان به هموطنان عزیز و تماشاگران تلویزیون شهر ما، تشکر بکنم از اینکه زحمت کشیدید، تشریف آوردید. این جوان ها که عضو باشگاه کاراته کانزنکای هستن، امسال در مسابقات قهرمانی کاراته کانادا که در مونترال برگزار شد شرکت کردم و 11 نفر شرکت کننده این باشگاه 13 مدال به دست آوردم که عبارت از 7 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز. با سلام، من نسیم وارسته هستم. 2 مدال طلا و 1 مدال برنز آوردم. گلی خلیلی مدال نقره. آلانا مرزوکا گولد. امید فتایی مدال طلا این نقره. جان فرانکو رومنینو گولد مدال. نیما امیرپیام مدال طلا. نوید اسماعیلی. سارمن سینانی مدال طلا. اردلان قاسمی مدال برنز. سلام عرض می‌کنم به بینندگان عزیز. انوشروان مشفق و مدال نقره. دیوید آزبورن وان برنز مدال. نسیم وارسته کاپیتان تیم دختران اونتاریو بود امسال مثل سال‌های گذشته و امسال 8 سال متوالی است که قهرمان کاراته کانادا میشه. در ضمن بی‌نهایت تشکر می‌کنم از شما و درود می‌فرستم به بینندگان عزیز تلویزیون شهر ما. انجمن ایرانیان اونتاریو اعلام کرد که علاقه‌مندان به فراگیری سازهای تار، سه‌تار و دف می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با انجمن ایرانیان تماس بگیرند. تلفن اطلاعات 416-441-2656. بینندگان عزیز، گزارش ویژه این هفته رو اختصاص دادیم به کانون هنرمندان ایرانی اونتاریو. کانون هنرمندان نوروز امسال رو با گلچینی از هنرمندان شهرمون جشن گرفتن. به گزارشی از این جشن که یک شنبه گذشته برگزار شد توجه فرمایید. با پس فروردین بار دی اولاد داد، پس مه و دی بهشت به ماه خرداد داد، پس مه خردادشان به تیر و مرداد داد، گاه به دایه سپرد گاه به استاد داد، تا همه اطفال ما دامن دامن شکوفه، کهکشان تا کهکشان ستاره، خرمن خرمن گل، قربون قدم همتون خیلی خوش آمدید. چلچله ها برگشتند و تراوت را فریاد زدند، کوچه یک پارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه جشن اواویل ها را گل به دامن کرده است. باز کن پنجره ها را ای دوست، غم مخور خورشید اگه رفته توی ابر سیاه، غم مخور چندی اگه تیره شده چهره ما،
بازم آفتابی میشه، آسمون آبی میشه، پر ابرا میریزه، شب و مهتابی میشه. دل بردی از من به یغما، دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من، ای ترک غارتگر من. بگردم سر تا سر دنیا، میونه گلها پرکشم تنها، مست و دیوونه مثل پروونه، چشم و دلم، چشم و دلم در پی یاره، دل دیوونه هوس. تلویزیون شهر ما باز هم گوشه هایی از جشن نوروزی کانون هنرمندان ایرانی آنتاریو رو براتون پخش میکنیم و حالا از شما دعوت میکنم به دنباله برنامه امروز توجه فرمایید. سلام. هموطنی زنگ زده بود و میگفت چرا راجع به جنگ عراق چیزی نمیگین؟ خدمت این بیننده عزیز عرض کنم که ما در این برنامه یک ساعته در هفتمون چی بگیم که شما تکرارشو در سایر رسانه ها ندیده، نشنیده و یا نخونده باشین. قبلا هم گفتیم که اخبار تلویزیون شهر ما روز سه‌شنبه یعنی 5 روز قبل از پخش برنامه ضبط میشه. یعنی ما هر چی بگیم 5 روز اخبارمون کهنه است. خب در این برنامه راجع به جنگ عراق، حمله و پیشرفت و تعداد زخمی ها و کشته ها چی میتونه بگیم که شما قبلا اونو نشنیده باشین؟ و خبر ما هم پس از 5 روز درست باشه و تازه. تفسیر این جنگ و نظرات موافق و مخالف، تظاهرات ضد جنگ و موافق جنگ همه جای دنیا به نوعی جریان داره. بعضی ها معتقدن که فاجعه 11 سپتامبر چهره جهان رو عوض کرد و آمریکا رو که زمانی برای جلوگیری از نفوذ کمونیست‌ها طالبان رو در افغانستان حمایت کرد و صدام رو در جنگ 8 ساله با ایران از طریق ماهواره‌هاش یاری کرد و جابجایی ارتش ایران رو که برای حمله
خودشون آماده می‌کردن به صدام برای مقابله با ایران گزارش داد و نگذاشت که ارتش ایران پیروز بشه، حالا بیدار و هوشیار شده که بله، عمل تروریستی میتونه در خود خاک آمریکا هم صورت بگیره و حالا با حمله به عراق به اصطلاح میخواد با تروریسم مبارزه کنه تا دوباره فاجعه 11 سپتامبر تکرار نشه. مخالفین جنگ میگن که این جنگ فقط به خاطر نفته. موافقین جنگ معتقدن که صدام یک بیمار روانی و عاشق جنگی که به ایران حمله کرد و باعث شد که 1 میلیون نفر در جنگ ایران و عراق کشته بشن. به کشور کویت حمله کرد و چاهای نفت رو آتیش زد. هزاران نفر از کردهای هموطنش رو با بمب شیمیایی به هلاکت رسوند. حالا به این دیوانه جنگ و کشتار چطور میشه اعتماد کرد که دوباره به یک کار خطرناک دیگه دست نزنه و باعث قتل هزاران نفر دیگه نشه؟ پس صدام باید از قدرت برکنار بشه. اشتباه نشه، من نمیگم که اخبار جنگ عراق مهم نیست. من خودم هر شب هرچنم دیر وقت به خونه برم، سریع اول وقت میرم سراغ کانال جنگ، یعنی همون CNN، تا از آخرین جریانات جنگ آگاه بشم. اگه ما هم یه روزی دری به تخته‌ای بخوره و کانال 24 ساعته راه بندازیم، اون موقع حق با شماست. ولی این در حوصله برنامه یک ساعته ما نیست. ما اولویت رو به شهر تورنتو و جامعه خودمون دادیم. اخبار راجع به جنگ رو میتونید در نشریات خوب شهرمون مثل شهروند، ایران استار و یا حتی سرمایه هم بخونید که از نظر مطالب امکانات بیشتری دارن. امیدوارم که شما هم مثل من آخرین خبرها رو از تلویزیون‌های کانادایی و آمریکایی دریافت کنید که هم مفصل هستن، هم مستقیم و هم دست اول. ما هم تجربه جنگ 8 ساله ایران و عراق رو داشتیم و هم از هرچی کشت و کشتاره خسته شدیم. اجازه بدین که این یک ساعت رو پس از یک هفته تلاش و پرکاری با هم به آسودگی بگذرونیم و مواظب باشیم که به این آنفلانزای مرگباری که تا حالا 6 نفر در تورنتو در اثر این بیماری درگذشتن مبتلا نشیم. بله، این آنفلانزای مرگبار به نام سارز از راه ارتباط مستقیم انسان رو به این مرض مبتلا میکنه و تاکنون هیچ درمانی هم براش پیدا نکردن. حتما دستاتون رو طبق اون چیزی که دکترها میگن به طور کامل قبل از غذا بشورین که 85% بیماری ها از راه دست وارد بدن میشه. بله، در این دنیای پر از درد و بلا و مرض مواظب خودتون باشین که این روزها سالم و بی خطر زندگی کردن خودش نوعی هنره. تا برنامه بعد پاینده و پویا باشین. عزیزان، به پایان برنامه امروز تلویزیون شهر ما رسیدیم. گرچه نوروز و ایام زیبا و روح افزای نوروزی تموم شده، ولی در این حال براتون آرزوی سالی دارم که هر روزش به شما احساس نوروزی دست بده و سالی باشه پر از صلح و صفا و آرامش، هم در خانه شما و هم در سراسر جهان. بهاران بر شما خوشبخت. هم سفر از این قصه چرخ راه دو Oh.